با نام ید خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر. همراه ما هستین در ایران گردی، داریم با جاذبه های دیدن کشورمون آشنا میشیم. اینجا استان زیبای سیستان و بلوچستان هست و ما در شهرستان سراوان هستیم. به یکی دیگه از بخش های زیبای این شهرستان میایم به نام جالق، که خبر این رو شنیدم که قرار خودش هم یه شهرستان بشه. به هر حال ظرفیت های خیلی خوبی داره اینجا، قرار بهتون معرفی کنیم همراه دکتر محمودی عزیز، بخشدار خوب جالق. سلام علیکم، شما بینندگان همسفر داشته باشیم. به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت بینندگان محترم برنامه همسفر. خیر مقدم دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای مغنی و کلیه همکاران عزیزتون. خوش آمدین به بخش جال بهشت بلوچستان. بسیار عالی، خیلی ممنون، تشکر از دعوتتون. اما آقای دکتر برامون بفرمایید دقیقاً جال در کجای ایران قرار گرفته، موقعیت جغرافیاییش به چه شکلیه، راه‌های مواصلاتی چطوریه، چقدر جمعیت داره، شغل مردم چیه؟ بسیار خوب، همونطور که استحضار دارین، بخش جال یکی از بخش‌های مهم شهرستان سراوان هستش. این بخش با فاصله 75 کیلومتری از شهرستان سراوان نقطه صفر مرزی بین کشور ایران و پاکستان رو داره. خدمتتون عرض بشم در بخش جال راه‌های مواصلاتی که وجود داره از خود شهرستان سراوان از سمت ناهوک یک راهشه، راه دوم ورودیش از سمت کلپورکان میاد به جال از طریق کلگان میپیونده و راه سومی که وجود داره و مرزیه از سمت مسیر جاده مرزی به میرجاوه و زاهدان اتصال پیدا میکنه و تماما قالب رفت آمدها با وسایط نقلیه سواری و خودرویی هستش. ما اینجا امکانات ریلی و یا هوایی فعلا در حال حاضر نداریم. جمعیت شهر چقدره؟ جمعیت قالب شهر 36531 نفر بوده در سرشماری سال 85 که 95 روز خواهی میکنم و الان در حال حاضر جمعیت غالب 42,000 نفر برآورد شده با توجه به رشد جمعیتی 0.54% که اعلام شده. بسیار عالی. این توضیح براتون بدم که زادگاه خورشید دقیقا همین بخشی که ما الان هستیم، یعنی خود شهرستان سراوان اولین بار طلوع خورشید رو در کشورمون تجربه میکنه و غروبم البته خیلی زود هنگام هستش. ما الان دقیقاً اینجایی که هستیم نقطه صفر مرزی در جالق، میشه گفتش که جایی هستش که طلوع خورشید رو میتونیم خیلی سریع ببینیم و غروب خورشید رو. فاصلش تا مرکز کشورمون چیز حدود 1 ساعت و 20 دقیقه هستش و خیلی برام جالبه که اینجا خیلی زود غروب میشه و البته خیلی زود هم طلوع. به زیبایی های این بخش توجه کنید در قالب تصاویر، همراه ما باشین در بخش بعدی و چه تصمیه، تاریخ و آنچه که مرتبط به گردشگری میشه رو براتون توضیح خواهیم داد.
وقتی داریم در کنار جاده و فضای نخیلات جالق حرکت میکنیم، فضاهایی رو میبینیم که گواه زندگی در زمانهای دور رو میده. همینجا در سمت چپ من قلعه های هستش، خانه هایی که مشخص روی هم ساخته شدن و زندگی در زمان اینجا جریان داشته و اتفاقاتی اینجا افتاده که الان متاسفانه خرابه هایی از اون رو داریم میبینیم. آقای رئیسی از معتمدین جالق هستن، عضو شورای اسلامی شهر و در واقع قرار ما رو همراهی کنن با معرفی میراث کهن این سرزمین. سلام علیکم، شما بینندگان همسفر داشته باشیم و توضیحاتتون رو. من هم ابتدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزیزان برنامه همسفر. در راستای قلعه‌ای که مشاهده میکنید عزیزان، شهر مرزی جالق دارای قدمت بسیار بالایی هست. شهری است بسیار کهن، از سابقه بسیار دیرینه برخوردار هست. این شهر با توجه به فرهنگی که هم داشته، بگیم که یکی از کهن‌ترین شهرهای ایران عزیزمون هست. زمان قدیم در شهر جالق مردم با توجه به اینکه دارای تمدن و بودن و این شهر شهر سرسبزی هم همونطوری که مشاهده میکنی هستش، دارای تمدن بوده. از زمان تمدن سومریان گرفته تا همکنون ما دارای بعد تمدن بسیار زنده هستیم. شهری در این شهر مردم اینگونه زندگی میکردن که هر کسی با قوم و قبیله نزدیک خودش دارای قلعه‌ای بود که اونگونه میتونستن زندگی را اداره بکنن و مدیریت بکنن. یعنی شهر رو یعنی اینگونه مدیریت میکردن. این قلعه‌ای که شما الان مشاهده میکنید به نام قلعه سرکوه است. اینجا یه قومی بوده با یه سرداری که اینجا زندگی میکردن با تمام عزیزان نزدیکش که اینجا زندگی میکردن. این برمیگرده به دوره اسلامی، یعنی تا همین 30 سال پیش این زنده بود، کل مردم اینجا زندگی میکردن. ولی با توجه به اینکه در نخیلات هم اینجا مستقر بودن و امکاناتی از قبیل آب و برق اینجا نبود، مردم مجبور شدن برن قسمت حاشیه شهر و اونجا سکونت بله بگزینن به خاطر اینکه بتونند از امکانات آب و برق استفاده بکنند. بی خاطر است اگر مشاهده بکنید، قلعه‌ای که مشاهده بکنید نگاه بکنید به صورت پلکانی بودند. اکثرا این فرهنگ مردم این گونه بودن، به صورت پلکانی، یعنی پشت بام یک خانه بود، حیات خانه برزن بالایی بود، به صورت پلکانی بودند. الان هم که میبینید که بله ویران شدند و الان خشت و گلی که استفاده میشده، مصالحی که در این گونه منازل به کار رفته کلن بومی هست و بله امکاناتشون بیشتر از خاک هست، مصالح خاک، آب و چوب و بیشتر از میومدن مصالحی از قبیل مثلا کاسفید و حتی مثلا در بعضی جاها از درختهای بیابانی اینا مخلوط میکردن به خاطر استحکام اون، یعنی خاکی که میخواستن استفاده بکنن. این قناع این گونه هست. اینجا آرامگاه محلی شیشریز هست که قدمت اینها برمیگرده به دوران ایلخانیان هست که ما در سه نقطه تاریخچه اینا را اگر میخوام بیان بکنیم، ما در سه نقطه مقبره داریم، یکی در کوکن هست، یکی در شیشریز هست و یکی در سورو هست که قریب 30 مقبره را ما در شهر جالق داریم
و از نظر تاریخی بله اینها ثبت شده در سال 78 اینها توسط میراث فرهنگی شهرستان اینها به ثبت ملی رسیدن که از 180 اثر تاریخی که ما در شهر جالق داریم 110 اثر اینها به بله ثبت ملی رسیده. شما اگر نگاهی بکنید مسالی که در اینجا به کار رفته این مساله بیشه بله خشت و گل هست و گلی که ما الان میبینیم قدمتشون بسیار بالا هست و بعضیشون هم توسط میراث فرهنگی شهرستان اینا مرمت شده، ارتفاعشون هم یا بعضیشون از 10 متر هست، بعضی هم به 18 متر هم رسیده که الان هم مجددن هم کاهگیری رو که هم مشاهده بکنید هستش که این توسط اداره میراث فرهنگی آماده شده که یکی دو تا که از اینا که نیاز به مرمت داره انشالله به همه زودی ها مرمت خواهد شد و قدمت اینها برمیگرده به قرن 6 و 8 هجری تا جایی که بله هستن. الان هم این بله مقبره هم کنارش یک قلعه را داری به نام قلعه شیشریز که متعلق به حاکم بود که دور و اطراف آن بله انشاءالله که بعد از نزدیک هم مشاهده بکنیم دارای خنده که بسیار بزرگی بوده که حاکم و کل اون کسایی که مردمانی که دوربر حاکم بودن و متعلق به حاکم بوده در اونجا زندگی می کردن که همین چندی سال هست که اینها بله ویران شده و اینجا به خاطر این هست که آنجا نگهبان آنچنانی ما نداریم و رو به زوال هست که انتظار می رود که انشالله که از متولیان امر که در برای حفظ و مرمت این گونه آثارا که میتوان گفت که تمدن دیرینه این شهر هست انشالله که بیان نگهداری بکنم و اینجا رو حتما باید با سازی اگر نیاز هست برای حفظشون انشالله اقدام لازم رو انجام بدن. ما الان داخل مقابر مرتبط به شیشریز هستیم که در جالق هستش. چرا بهش میگن شیشریز؟ به خاطر اینکه در بدنه این دیوارها تکه های شیشه یا آینه بری بوده که به همین دلیل بهش میگفتن شیشریز. البته شاید یکی از دلیلش این باشه. قدمت اینجا رو از دوله سلجوقی تا صفوی تخمین زدن که باز هم قدمت صحیحی نیستش. این که اینجا میگن مقبره هستش تقریبا 4-5 از این اثری که من دیدم داخلش فقط داخل یکیش تعداد 5-6 تا مقبره بود که متاسفانه اون هم ویران شده بود، یه عده‌ای به دنبال گنج و اینجور چیزا رفته بودن اصلا همه رو کنده بودن. و جالب اینجاست که این در واقع سوراخ‌هایی که در بدنه دیوار دارین می‌بینین مقبره نوزادانی بوده که دلیلش باز هم مشخص نیست که به چه دلیلی نوزادان رو توی دیواره این مقابر به هر حال دفن می‌کردن و خود همین هم مسئله شده که کاوشگران همچنان دنبال اون هستن که بدونن چرا بدن نوزادان رو که تعداد زیادی هم نسبتاً داریم می‌بینیم در بدنه این دیوارها به هر حال دفن شدن. نکته بعدی که خیلی برام جالب بود تنوع معماری داخل این مقابر هست. هر مقبره برای خودش تنوع معماری داخلش جدا داره. بعضی از اونها شبیه شومینه، تعداد 7 یا 8 تا شومینه در راستای هم قرار گرفته. جاهایی مثل اینجا شبیه به محراب هستش، یعنی دقیقاً این فضایی که الان ما داریم اینجا میبینیم در مقابلمون شبیه به محرابه که باز هم من توی مقاله هایی که توی به هر حال فضاهای مجازی سرچ میکردم و جستجو میکردم نتونستم دلیل قانع کننده ای در موردش ببینم. ضمن این که گفتن در کشور همسایه پاکستان هم دقیقاً
چنین مقابری رو دارند و این فرهنگ در اون زمان یه جوری میتونسته مشترک باشه بین پاکستان و کشورمون ایران، که از این آثار هم زیاد هستش توی شهر جالق و نوع در واقع پوشش سقفی که بالای سر هستش شبیه این نوع معماری، اگه اینجا ارتفاعش پایین تر می بود یخچال های میبود رو میتونستم براتون مثال بزنم که دقیقا دیواره همون دیواره هستش، صدای شما کاملا میپیچه و شما در واقع پژواک صدا رو میشنوین، با این تفاوت که اونجا گودال بوده و آب در واقع میرفته پایین که در فصل تابستان آب در اونجا ذخیره میشده و زمستان یخ میزده، باز تابستان از یخمون استفاده میشده یخچال ها. اینجا به عنوان مقبره شناخته شده تا جایی که به هر حال اطلاعاتش هستش. 130 اثر از در واقع بناهای تاریخی ثبت شده در شهر جال خودش میتونه یک گزینه خیلی مهم باشه که این شهر رو حائز اهمیت بدونه. ارتفاع هم که جناب آقای رئیسی برامون گفتن بین 10 تا 18 متر ارتفاع داره، ولی باز متاسفانه داریم داخل همین فضاها میبینیم که یادگاری نوشته شده تخریب شده و اون فضاهای اصلی خودش رو دست داده. اینم از اثری که تونستیم بهتون معرفی بکنیم. فضاهای بعدی رو با همدیگه مرور خواهیم کرد. از این بالا که داشتم نمای شهر جالق رو نگاه میکردم دقیقا یاد استان هرمزگان افتادم و شهر فین، که در هرمزگان دقیقا همچین نمایی رو داشتیم میدیدیم وقتی اون بالای قلعه میرفتیم و نگاه به سطح شهر فین هرمزگان میکردیم همه جا رو نخل میدیدیم و حتی خونه ها هم پیدا نبود. آقای گرمشادزایی همراه ما هستن از اعضای شورای اسلامی شهر جالق. سلام علیکم، شما بینندگان همسفر داشته باشیم و توضیح هم بدین که چند خانواده اینجا دارن زندگی میکنن. سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان برنامه همسفر. شهر مرزی جالق یکی از شهرهای تاریخی شهر جالق هستند که حدوداً خود شهر جالق 22 هزار نفر جمعیت دارند. کل بخش تقریباً به 40 45 هزار نفر میرسه. 45 هزار نفر کجا هستن؟ اصلا خونه اینجا نمیبینیم به جز مقابلمون که تعداد خونه هستش، اصلا اینجا خونه ای نیست. خونه هایی که شما میبینید قبلا همون مسیری که رفته بودیم، قلعه هایی که دیده بودید، مردم کلا اونجا سکنا داشتن. بله. ولی چون با ازدحام جمعیتی که افزایش یافته اکثرشون اومدن تو از توی خود باغشهر اومدن بیرون. بله، اینجا باغشهر جالق هستش و خیلی از خونه ها در دل همین باغ ها هستن و در واقع میشه گفتش خود پوشش گیاهی درخت نخل یا خرما باعث شده که خونه ها رو ما از این بالا نتونیم ببینیم. درسته؟ درسته کاملا. الان فکر میکنید چه ساعتیه که ما داریم با شما صحبت میکنیم؟ هنوز تقریبا چند دقیقه به ساعت 16 و یعنی 4 بعد از ظهره که دقیقا خورشید غروب کرده.
خیلی جالبه این موقع مثلا نگاه میکنی ببینی خورشید غروب میکنه، اصلا همین هم غافلگیر کننده است. فکر کنم طلوع خوبی زودی داشته باشه، همطوری هم یک ساعت و نیم تقریبا طلوع آره داریم دیگه. بله، شهر جالق یکی از شرقی ترین شهرهای کشور جمهوری اسلامی ایران است. باز نخیلاتی که شما دیدید، این نخیلات ما حدودا تو خود کل بخش 33 رشته قنات داریم. درست. که از 33 رشته قناتش 11 رشته قناتش خود شهر دارن. درسته. دم آب فراوانی هم داره برای آبیاری استفاده میکردن. 11 رشته قنات داره. درسته. آب خیلی خوب. نخیلاتی هم که میبینی ثمرشون بجز این نخیلات قبلا کلا اکثر بزرگای ما خودشون کشاورز بودن. کشاورز پیشه بودن. تو خودشون باغ الان باغ انگور داشتیم، باغ انار داشتیم. طوری که بزرگار اگه شما تاریخ رقم بزنید خود شهر جالق به خاطر سرسبزی که داره معروف به گلشن بوده. درسته. گلشن یعنی سرسبزترین جای شهر جالق گلشن بوده. آسمون میکردن اما آسمون خیلی نزدیک، فکر کنم شبای پرستاره خوبی اینجا تجربه میکنین. درسته؟ آب و هوا چجوری شهر جال؟ بهار، تابستان، پاییز و زمستان. آب و هوا الحمدلله الان که مثلا ما شما هستیم رو به سردیه. الان سرده؟ هوا دیگه تقریبا الحمدلله معتدله، ولی خب دیگه در اینجا برف هم میاد کلا؟ برف دیگه کم میاد الان، مثلا چند سال قبل بوده فعلا که نمومده. الان مثلا بارندگی ها چطور؟ بارندگی الحمدلله امسال خوب شده. امسال خوب شده. آره، ولی تو طول این بارندگی که خشکسالی که ما داشتیم خود شهر جالق الحمدلله آباش اصلا آب قناتش کم نشده. بله. تو این 8 سال خشکسالی که داشتیم. خب شما ارتفاع مادرچاهتون چنده؟ یعنی چاه اصلی که میره و منشأ قنات میرسه؟ ما حدودا تو قناتا که مثلا اینجا میزنیم 50 متری که بزنی آب میرسه. 50. آره، الان داریم تو پایین دشت ما گلخانه داریم که الحمدلله شهر مرزی جالق بالاترین گلخانه ها را داره به خاطر ذخیره آبی که تو مسیر مرز داریم. درسته. حتی تو خود مرز بین پاکستان من دیدم گلخانه ها اینجا نگاه میکنم خیلی از خونه هاتون هم گلخانه داخلشه. آره، ما گلخانه خانگی هم داریم. آره. به جز اونایی که تو دشت داریم گلخانه خانگی. خب چیه توی گلخانه خانگی چی میکنن؟ گلخانه خانگی اکثرشون خیار دارن. آها. گوجه دارن، کدو دارن. درسته. این محصولات دارن دیگه، خود بادمجون هم هست. آها، کلا هم مصرف خود خانواده رو تامین میکنن، برای فروش برای فروش هم هست، مصرف خانگی هم هست. درسته. خیلی جالبه، من تا حالا ندیده بودم که جایی از شهرهای کشورمون که بحث گلخانه داخل حیات خونه ها باشه و در واقع خودشون هم بتونن هم گلخانه داخلی رو داشته باشن، هم توی زمینشون گلخانه، همون که زمینای زراعی. خب شکر خدا آب فراوان اینجا و خیلی خوبه که به هر حال کشاورزی هم جزء مشاغل اصلی مردمان جالق هستش. آقا دستتون در نکنه، از توضیحاتتون ممنونم. کیا میشه اومد جالق؟ چه فصلی خیلی قشنگه اینجا؟ فصل تابستان که فصل خورما پزونه، ما انشالله از شما از بینندگان تقاضا میکنیم که حتما تو فصل خورما پزون بیاند که حتی ما کوچنشین هم داریم. اشایر اشایر میاد. اینقدر دیگه خونای کپری نداریم دیگه، خیلی قشنگه. بعد چیز نیست، گرماش مثل گرمای جنوب و هرمزگان شرجی نیست اینجا؟ نه نه، اینجا گرم و خشکه. گرم و خشکه. مردم اینجا الحمدلله عادت کردن دیگه. آه. منطقه مرزی هم. پس شما تابستان رو پیشنهاد میدید بخواده، ولی پاییز قشنگی هم دارین؟
و بهار خوبی هم احتمالاً داریم به خاطر اینکه اینجا نگاه میکنیم همه چی سرسبزه. همین الان خیلی از قسمت‌های کشورمون در شمال کشور به خصوص برف اومده، سفیدپوش شده. اینجا آب و هوا عالی خوبه، میتونید بیان و لذتشو ببرین. خب این هم از گزارش امروزمون که پرداختیم به جاذبه‌های تاریخی در واقع شهر جالق که البته خیلی زیاد هستن. مقابری که گفتم دورشون به دوره سلجوقی برمیگرده و هنوز مشخص نیست برای چی مقابر بوده. همین الان بالای یکی از همین تپه‌ها و مشرف به همین شهر جالق من یک مقبره تقریبا 8 ضلعی دیدم که داخلش قبرهای بود خیلی ساده هستش و اینکه قدمتش به چه دوره‌ای برمیگرده و برای چی به این شکل ساخته شده مشخص نیست. تحقیق میخواد، تفحص میخواد و البته خیلی از دوستانی که توی بحث میراث فرهنگی هستن باید به هر حال این مسائل رو بتونن شفاف سازی کنن تا کسانی که میان اینجا به تاریخ و تمدن کهن اینجا هم بهتر و بیشتر ببرن. همراه و همسفر ما باشین در سراسر ایران، این بار استان پهناور، سیستان و بلوچستان، شهرستان سراوان، بخش جالق.